گفتن آیا بدون مهر میتوان نماز خون پیامبر با دست بسته نماز میخوان یا دست باز دو تا سوال بود دو تا سواله اولا پیامبر با دست باز نماز میخوند این رو کی میگه خود اهل سنت اهل سنت همشون با دست بسته نماز نمیخونن چهار تا فرقند و خود اونایی که با دست بسته نماز میخوانن خودشون میگند که این اتفاق در زمان خلیفه دوم افتاده یعنی تازه بعد از ارتحال پیامبر عظیم و اسلام صلی الله علیه و آله هم حتی در زمان خلیفه, اول, اول, هم, هم مسئله نبود. نبوده بعد این بدعت به وجود اومد این پاسخ این پس ما قطعا نباید این کار بکنیم این بدعت و طبق فتوای فقهای شیعه با دست بست نماز خوندن باطله نماز باطله اما در مورد مهر پیامبر و این مهر نمیگذاشتن حرف درستیه ولی باید دید که رو چه چیز سجده میکردن ما اصرار نداریم کسی رو مخ سجده بکنه کی گفته ما میگیم که بر چیزی سجده بکنیم که صحیح هست یکیش مهره خب حالا بر چه چی چیز در واقع خاکه حالا همین بر چه چیز صحیح هست بر زمین بر زمین و اجزاء زمین یا اون چی که از زمین میروید ولی خوراکی نیست مثل برگ درخته مثل چوبه کسی نگفته یا... چمن مثلا چمن بله برگ مو نباید باشه چون خوراکیه یا فرض کنیم پنبه نباید باشه که پوشاکیه یا بر خود خاک شن کلوخ ماسه اینا زمینه خب پیغمبر بر چی سجده میکردن؟ بر زمین پیغمبر بر زمین سجده میکردن نه بر فرش که الان اهل سنت بر فرش سجده میکنن اتفاقا اینجا ما سوال داریم نه اونا اونا میگن چرا بر مه ما میگیم مه خاکه منتها خاک رو چه نمیشه همراه خودش جیبش مثلا آه. یا یه خانمی ورد کن تو کیفش خاک بریزه نمیشه که این اومدن این خاک رو اومدن تو غالب چیز کردن شده محفه شده, شده شده صفر شده شده محفه شما اینو بکوبید همون خاک پیغمبر رو زمین سجده میگه ما سوال میکنیم شما چرا روی فرش سجده مگر پیامبر بر فرش سجده میکرد پیامبر روایتی که همه نقل کردن اینه که حضرت فرمود جعلت لیل ارض مسجدن و تهورا خدای متعال زمین را برای من هم محل سجده قرار داد یعنی سجدگاه من زمینه هم تهور یعنی برای تیمم ما پاک و پاکیزه پاک و, پا... پاک و پاکیزه از زمین استفاده میکنیم